جنوری در جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. اجازه که برامون پی بگیری و گفتگو رو با کی؟ با دکتر اسماعیل نوریالا. ایشون ما رو بردن به دوران قبل از انقلاب، در مسیر تحولاتی قرار گرفتیم که ادبیات و فرهنگ ما بهش روبرو بود و بهش درگیر بود. به نظرم صحنه‌های دلچسب از گذشته و که خودش نشون دهنده غلیان و جوشش در محیط‌های خلاق روشنفکری ما بود. دکتر نوریالا درود بر شما. خدمتتون سلام میکنم و خدمت بینندگان. خب اگه به خاطرتون باشه، من از شما درخواست کردم که شعر رو تعریف بفرمایید تا کاملا مفهوم بشه که وقتی میگیم شعر یعنی چی، چی رو مراد میکنی، چه نوع بیانی رو. و بعد اینکه شما اشاره داشتید به این موضوع که رفتم به مؤسسه فاکوپا که یک مؤسسه تبلیغاتی بود قبل از انقلاب و در اونجا قرار شد که ماجرا برای ما تعریف کنید که چه کردید در اونجا و چه برنامه‌ای در پیش بود. سراپا گوشی. بله، غرض از تعریف این قصه این بود که عجین شدن شعر نو و افکار عرض کنم که ضد حکومت و افکار چپ رو توضیح بدم. عرض کردم که رفته بودم به تهران و یه کار تابستانه گرفته بودم که در سازمان فاکوپا مدیرش یه سری فکرهای تبلیغاتی داشت، میخواست به صورت یه کتابی در بیاره، دنبال یه نویسندهی میگشت که او حرفاشو بهش بزنه، او بره این رو به صورت فصول کتاب بنویسه. و من روزا میرفتم تو اتاق ایشون میشستم، ایشون حرفاشو به من میزد، من یادداشت برمیداشتم میرفتم تو اتاقی که به من داده بودن و اون فصل رو مینوشتم. این همون کتابی نبود که در واقع بیان کننده پیام‌های مثبت بود برای جامعه ایرانی؟ دقیقاً. همونه؟ بله. یک کتابی بود. فوق العاده کتاب جالبی بود به نظر من. نصرت رحمانی یک شعری داشت به نام قفل یعنی که کلیدی هم هست. درست. این آقا عجیب اسمش بهرام چی بود یادم نیست. بله بله میدونم، منم به خاطرم رفته. خب ایشون این فکر رو از نصرت رحمانی گرفته بود و یه چیزی درست کرده بود به نام لاک مینز کی، یعنی قفل یعنی کلید. و معتقد بود که همان گونه که میشود کالاهای تجارتی رو با تبلیغات فروخت، عرض کنم که حسنات و اخلاق خوب رو هم میتوان از طریق تبلیغ و عرض کنم که در معرض تبلیغ قرار دادن آدمیان در ذهن اونها متوطن کرد. این فکر اصلیش بود. مثلا یه روز راجب شجاعت صحبت میکرد، یه روز راجب وفاداری، از این حرفا. ما مطالب ایشون رو برمیداشتیم و به صورت فصل می‌نوشتیم. خب علاوه بر اینکه پیام های مکتوب بود، یه سری عکس و طرح و اینا هم بود. بله بله، بعدن که اون مطالب نوشته شد دیگه من البته خبر نداشتم. تا یک بار ایشون رو در لندن دیدم و کتابش رو به من نشون داد، ایشون رفت با بزرگترین نقاشان و عکاسان دنیا قرارداد بست و اونها مخصوص این کتاب برای هر فصلی یه نقاشی کشیدن یا یه عکس تهیه کردن و این کتاب به صورت بسیار عرض کنم گران قیمتی هم بودش در آمد که من دیگه از سابقهش خبری ندارم. شاپ نفیسی با و من از اطلاع همتنان بگم که ایشون یه دفتری هم در سوئیس زده بود و این کار از اونجا هدایت میکرد. کاملا همینطوره. و میدونید که خانه ای هم که ایشون داشتش در خیابان ایتالیا که یه کاخ بزرگی بود، بعدن به وسیله سپاه پاسداران عرض کنم که تصرف شد و تبدیل شد به مرکز ثبت صیغه. عجب. عجب دنیایی. عرض کنم حضورتون که یکی از این روزا که من رفتم به دفتر فاکوپا، دیدم که همه کارمندا بسیار مشغولن و روی همه میزها مقدار زیادی کتاب چیده شده و تلمبار شده. رفتم جلو کتابا رو نگاه کردم، دیدم که تمام دواوین شعرهای کلاسیک اونجا جمعه، از منوچهر، دیدم فرخ و فلان، همه اونجا هستش. خب بنده رفتم پیش این آقای صاحب فاکوپا و سلام علیکی کردیم. من گفتم آقا جریان چیه، چرا همه دارن کتاب شعر میخونن؟
گفتش آقا برای اینکه 28 مرداد نزدیکه و تمام بازرگانان باید در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات تبریک سالگرد 28 مرداد رو بدن، اما امسال وزارت اطلاعات دستور داده که همه این تبریک ها باید یک مقدار شعر هم راجع به مقام سلطنت توش باشه و اینا دارن میخونن این کتاب ها رو که مثلا قصیده ها و نمیدونم مدیحه هایی که گفته شده در مورد شاهان رو استخراج بکنن و بزنن مثلا یه کفش ملی داده تبریک میگه 28 مرداد رو، دو خط شعرم راجع به مثلا شاهنشاه بگه. آجه بنده خب دیگه گفتیم بله اینجور است. و بعد این به من گفتش که من شنیدم که شما شعر نو میگید. خب. من گفتم که بله. گفت خب آقا من آشنایی ندارم با شعر نو، از شعرهای نو کی راجع به شاهنشاه شعری گفته که ما بذاریم اون تو؟ من یه خود نگاش کردم و گفتم که ببینید اصلا شعر نو در مخالفت با این جریان پیش آمده و شما شاعر نوعی رو پیدا نمی کنید که او عجب عجب ما چقدر باید بهشون بدیم که مثلا از این شعرها بگند و اینها. من گفتم اصلا اینجور شعر نو نمیخوره به مدیه سرای غیره، شما حال این قضیه رو بکنید و بگذارید. حالا مسائلی بعدش پیش آمد اونا بماند. منظور من اینه که در اونجا بودش که من مجبور شدم برای توضیح دادن به این که چرا شاعران نو شعری در مورد 28 مرداد و مقام سلطنت ندارن توضیح بدم که آقا اصلا شعر نو از بستر مخالفت با این جریان برخواسته. به تو گفتم یدالله رویایی گفت که در دارایی کار میکرد اداره مالیه احضارم کردن چون شب قبلش گویا مشاجره‌ای در میگیره بین طرفداران شعر نو شعر کهن و خب انعکاس هم پیدا میکنه در مطبوعات. گفت روز بعد اون مدیر من احضار کرد، گفت شنیدم تو هم شعر نو میگی، گفت شما دیگه از امروز اخراج. آقای براهنی هم میگفتش که من یه شعر گفتم، یه ترانه گفتم که قرار بود یه خواننده بخونه، رفت تو شورای موسیقی، ترانه با من شروع میشد، مثلا من عاشق تو هستم، بعد من احضار کردن و گفتن که آقا این من بده، نشانه منیته، نشانه خلاصه تکبر تبختره و شما اینو باید عوض بکنید. گفت منم کردم میشه این جانب. بله دکتر براهنی از این جوکات البته بیدید این بیشتر این جوک ها در دوران عرض کنم سانسور رضاشاهی اتفاق افتاد، به خاطر اینکه در دوران محمد رضا شاه سانسورچی ها خودشون از بین نویسنده ها و اینها انتخاب می شدن و کم و بیش با جریانات آشنایی داشتن، در حالی که در دوران رضا شاه این وظیفه به عهده شهربانی بود و اونا اصلا نمی دونستن اصلا شعر کلاسیک و نو این حرفا چیه. آقای نوری علا به نظر من واقعا خود چی به اصطلاح بزرگان و قوام خبر نداشتند، یعنی در واقع این کار لغ رو کسانی انجام میدادن که بهشون میگفتن برو کلا بیار سر میآوردن، یعنی کسانی که نمیدونم چه اصراری هم داشتن خودشون به ابتکار شخصی فقط ناراضی تراشی میکرد در کش لزومی نه. صد درصد همیزه هم کار ساواک هم همین بودش، اینا ریشه های عرض کنم که اون حکومت اینا زدن دیگه با ناراضی تراشی که میکردن. مشهور است که زمان رضا شاه یکی از این شاعرای کلاسیک یه شعری گفته بود که مثلا تیر مژگان معشوق در قلب من کارگر افتاد، یارو ترانسفر کرد بود گفت شما اجازه کلمه کارگر رو ندارید در اینجا کار ببرید، هر چی میگه آقا منظور من اینه که تأثیر گذاشت کارگر افتاد، رفتی کارگر و پرولتاریا نداره طرف قبول نمیکرد. اون خاطرات قاسم غنی رو خوندی؟ بله. خاطرات قاسم غنی که بله. ما یه جلسه ادبی داشتیم و راجع به شعر و فرهنگ و این چیزا صحبت میکردیم، خب پادشاه جوان اظهار علاقه کرد که بیاد به عنوان مستمع آزاد توی سر کلاس بنشینه و گوش بکنه و میگن آقای همچی بوده، هم آقای محمد قزوینی بوده، حضورت که از کنم ادیب الممالک سمیعی، خیلی
چندین شخصیت برجسته، دکتر شفق بوده، و میگه ایشون اینقدر علاقمند بود به ادب و فرهنگ، به خیلی دلش می‌خواست چیز یاد بگیره و چندین نوبت هم پرسش‌هایی داشت، از جمله درباره خیام، درباره حافظ. چرا حافظ خوندی؟ آقای قاسم غنی میگه که کاملا ایشون دگرگون شد، اینقدر تحت تاثیر شعر حافظ. یا یک بار میاد از آقایون میخواد که راجع به ابن سینا بهش توضیح بدن. یعنی اینقدر حالا دموکرات منش و عجیبه، نمیدونم. پاره‌ای هم بودن متاسفانه که خدمتتون گفتم، بهشون میگفتم برو کلا بیار، سرم میآوردن و اینا بودن که با ناراضی‌های تراشی خودشون خلاصه کاری کردن که نباید و نشاید. بله ببخشید. به هر حال ببینید، مسئله همین این مخالفت با شعر نو باز هم از دو جنبه مطرح میشه. یعنی اینکه سانسور چیه؟ دنبال این هستش که یه وقت حرف سیاسی زده نشه این وسط. بله بله. اما این فضلای ریش و سیبیدار، اینها نگران این هستن که قواعد شعر کلاسیک بشکنن. بله. یعنی از دو جانب به شعر نو حمله میکردن. بله. نه تنها به شعر نو، من یادم هستش که مثلا آقای فخرالدین شادمان که خب از متفکرین و بزرگان ما هستش، وقتی که آقای دکتر صدیقی کلمه جامعه شناسی رو در مقابل سوسیولوژی گذاشت، ایشون یه نامه‌ای نوشتش به پادشاه که آقا اینا، این جوانایی که از فرنگستون برگشتن، دارن زبان فارسی رو خراب میکنن، آخر علم الاجتماع رو چگونه میتوان تبدیل کرد به جامعه شناسی؟ و باید جلوی این کارها و بیپروایی ها رو گرفت. منظور من اینه که همونطور که، یعنی همواره ما باید در نظر داشته باشیم که هر اثر هنری یه قالب داره، یه محتوا داره. بعضیا به قالبه کار دارن، بعضیا به محتوا، و از هر دو سو اینا دارن حمله میکنن. من یادمه که حتی مثلا سال 1347 بود که شاملو سردبیر مجله خوشه بود. بله. و یه عده رفتن توی تلویزیون ملی و شروع کردن به نیمایوشیش حمله کردن. کیا بودن اونا؟ یادتون هست کیا بودن؟ فکر میکنم حمیدی بود و الان در ذهنم نیست. دو سه نفر از این فضلای کلاسیک سرا بودن. که رفته بودن توی تلویزیون و به نیما پریده بودن. آقای قطبی دستور میدهد که برین یکی رو پیدا کنین که بیا جواب اینا رو بده. و تماسی که گرفته بودن با شاملو، تماس گرفته بودن که آقا شما حاضرید برید توی تلویزیون و از نیما دفاع بکنید؟ شام رو هم گفته بود باشه و نباشه و این حرفا، در تردید بودش که این کارو بکنه. عرض کردم به خاطر اون دفعه، گفتم به خاطر اینکه در کانون نویسندگان ایران این تصمیم گرفته شده بود که نویسندگان عضو این کانون با رادیو تلویزیون همکاری نباید بکنن. این یکی از تصمیم‌ها بود. میخوام بگم که کار به اونجا کشید که برن تو تلویزیون با هم دیگه اینها به جدال برخیزن برای فرم شعر، نه برای محتوای شعر. بالاخره رفت شاملو یا نه؟ نه خیر نرفت. من بس که یدالله رویایی رفت، یا اصلا یدالله برنامه داشت اون زمان؟ رویایی اساسا وقتی که از وزارت دارایی منتقل شد، شد رئیس حسابداری تلویزیون. بله بله. اساسا تمام روابط خودش رو با رفقای چپ، خودش هم توده‌ای بود یه موقعی دیگه، روابط خودش رو با رفقای چپش اصلا قطع کرد. وارد مقوله جشن هنر شیراز رو عرض کنم که شعر حجم و این حرفا شد و مخالفت شدید اساسا با شعر سیاسی که کاملا در واقع با یدالله رویایی مقوله مخالفت با شعر سیاسی هم وارد بحث‌های ادبی ما شد. تا اون موقع کسی تردیدی نداشت که شعر نو یعنی شعر سیاسی. من یادم خودم یه دفعه آقای فرخ رو دعوت کردم از طرفداران شعر سنتی و آقای نصرت رحمانی. اینا جنگ و جدالی تو تلویزیون را انداختن که به نظرم فوق‌العاده بود. بحثشون کشید به مقایسه فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی. بله. آقای فرخ طرفدار پروین بود، نصرت رحمانی طرفدار فروغ. و خب اینقدر یه جایی من ناچار شدم تا برنامه رو قطع بکنم، آقایون رو دعوت به آرامش بکنم، مثلا نصرت که خیلی هم جوشی شده بود.
ولی رو هم دیگه برنامه جالبی نشون میداد که دو طرز فکر کاملا متضاد در برابر هم که داره تبدیل میشه به هم و جنجال و داد و بیداد و درگیری که ما خیلی در این زمینه ها استعدادش رو هم داریم با ایرانی ها. بله، میخوام این اولین باری که خود شما شاهد این درگیری ها بر سر شعر کهنه و نو بود کجا بود؟ یا تو میاد؟ عرض کنم که من دبیرستان رو که تموم کردم خب و وارد دانشگاه ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که شدم، در اونجا چندین رفیقی داشتم که در دوران دبیرستان با هم دیگه رفاقت پیدا کرده بودیم، مثل عرض کنم که آقای بهرام بیزایی که از کلاس نهم دبیرستان باش آشنا شدم و عرض کنم که شما همسن بهرامی؟ همسن آقای بیزایی هستید؟ آقای نخه بیزایی از من 4 سال بزرگتر. بزرگتره؟ اوه بزرگتر. بله. خب میگه کی بود؟ ولی خیلی دوستیمون خیلی زود به هم پیوند خورد و اغلب اوقات با هم بودیم. او زودتر دیپلمشو گرفت رفت به دانشکده ادبیات، بنده پس یه 2 سال بعد از او رفتم به دانشکده ادبیات که البته در اونجا مسائلی هم پیش آمد و این آقای دکتر صورتگر لطفعلی صورتگر در بهرام بیزایی در رشته ادبیات درس میخوندش، ادب فارسی، من در رشته ادبیات انگلیسی. آقای عرض کنم که لطفعلی صورتگر به هر دو رشته درس میداد. بعد گویا رفته بود سر کلاس و سر کلاس بهرام بیزایی در اونجا میخواستش شاهنامه درس بده، شروع کرده بود که شما همه بی سواد و احمق هستین، اصلا نمیدونین شاهنامه چیه، فردوسی چیه، این حرفا. یک سری خیلی آدم پرخاشگری بودش دکتر صورتگر. و بهرام بیزایی بلند شده بود گفته بود آقا به چه دلیل دارین این حرفا رو میزنین، من حاضرم ثابت بکنم که من از شما بهتر فردوسی رو میشناسم. عجب. صورتگر بسیار عصبانی شده بود و گفته بودش که تا زمانی که من در دانشکده ادبیات هستم اجازه نمیدم که تو در پایان سال قبول بشی. عجب. و یک سال تموم بهرام بود و در آخر سال دکتر صورتگر ردش کرد و بهرام درسش نیمه تمام گذاشت، هیچ وقت دانشگاه دیگه درس نداد. عجب. تا اینکه در دوران ریاست دانشگاه دکتر نهاوندی دکتر نهاوندی به بهرام بیزایی دکترای افتخاری داد و او رو کرد رئیس دپارتمان تئاتر دانشکده هنرهای زیبا. اسم بهرام اومد، بهرام بیزایی، با اینکه خب برخی از سناریوهای خیلی به شعر نزدیکه، خیلی، ولی هیچ وقت نشنیدم که آقای بیزایی شعری سروده باشه. شما خبری دارید؟ یعنی امکان داره که ایشون کارهایی برای خودش حتی؟ نه، بهرام بیزایی هیچ وقت شعر نگفت. نگفت. در حالی که مثلا پدرش از شعرهای کلاسیک گردن کلفتی هم بود، توی خونه‌شون هم انجمن ادبی داشت، ما هم میرفتیم اونجا با داریوش آشوری و یه عده‌ای بودیم، نادر ابراهیمی و غیره، میرفتیم به خونه اونها. ولی بهرام نثر شاعرانه داشت. بسیار. و به خصوص تو کارهای اولیه‌اش مثلا آرش. بله. شما کاملا میبینید که این یک شعر روانی است که به صورت مثلا یه گفتار بلند داره بیان میشه. اما هیچ وقت به عنوان شاعر نه خودش میخواست و نه چنین اقدامی کردش که شعر بگه. ولی به نظر من بسیاری از دیالوگ‌های اشکام نمایشنامه هاشم حتی تنه به شعر میزنه. الان گفتید نادر، میگن حرف میاره، حیفم میاد رد چی. گفتید نادر ابراهیمی. این نادر ابراهیمی میخوام ببینم اون زمان ها مذهبی بود؟ چون سرنوشتی که پیدا کرد عجیبه، این گره خوردن سرنوشت با جمهوری اسلامی و با قم، حتی مدتی رفت در قم و بعد کتابی ازش هم منتشر شد درباره عرفان و از این قبیل نقطه نظرهای مذهبی خودش اونجا عنوان، که من حیرت کردم. میخوام ببینم از همون زمان این گرایشات در اون بود، گرایشات مذهبی؟ اصلاً عجیبه، چون به نظرم یک نویسنده ملیگرا، سخت ملیگرا. اون که در اون که شکی نیست که ملیگرا بود، ولی من فکر میکنم که اگر که یه موقع آدم بخواد بشینه، من یه کتابی دارم می‌نویسم به نام چهره خانه. بله بله. یعنی
سرگذشت خودم رو دارم می‌نویسم، اما به جای اینکه از خودم حرف بزنم، از چهره هایی که در زندگیم بهشون برخوردم و تجربه هایی که باهاشون داشتم سخن میگم. جالب. دوران قبل از سال 1340 که ما همه دبیرستان میرفتیم، من میرفتم دبیرستان مروی، و اما بیشترین دوستان من در دبیرستان دارالفنون درس میخوندن، مثل بهرام بیضایی، داریوش آشوری، نادر ابراهیمی، عباس پهلوان، عرض کنم که خیلی خیلی های دیگه بودن که اونجا درس میخوندن. ما یه نسلی بودیم که در واقع با همدیگه بار آمده بودیم و آمده بودیم بالا، و اکثرمونم بعد از دبیرستان در دانشکده ادبیات تهران عرض کنم که وارد شدیم. قرارم این بودش که من از طریق بهرام بیضایی، وقتی که وارد دانشکده ادبیات شدم، بهرام بیضایی اونجا حضور داشت. و به واسطه او من با سپانلو و نادر ابراهیمی و اینها هم آشنا شدم، و در اون دانشکده ادبیات بود، به خصوص منی که رشته انگلیسی میخوندم، و در رشته انگلیسی هم ما چند تا چهره بعدا سرشناس پیدا کردیم، یکیش مثلا مرداد صمدی بود که من فکر میکنم تا به امروز هم یکی از مهمترین منتقدین شعر و مترجمین شعر بوده است به فارسی، یا خود نادر ابراهیمی. ما همه هم کلاس بودیم در دانشکده ادبیات در رشته عرض کنم که ادبیات انگلیسی. اما بهرام و عرض کنم که ناصر شاهینپر و پریه شیبانی همسر منوچهر شیبانی و میهن بهرامی همسر متوسلانی، اینا همه ادبیات و علوم اجتماعی میخوندن، و در نتیجه دانشکده ادبیات در فاصله 1340 تا 1345 مهمترین خواستگاه چهره‌هایی شد که بعداً در همه شقوق هنری ایران دست به نوآوری زدن. و در تئاتر اکبر رادی مثلا در دانشکده ادبیات رشته علوم اجتماعی بود. خب این امتیاز نباید به فضای سیاسی موجود در مملکت داد که بالاخره یه حق حیاتی برای دیگراندیشان قائل بودن، یونا میتونستن تا اینجا پیش برن، و اینقدر اثرگذار. الان اسامی که شما آوردید که هم در کنار هم بودید و با هم بودید، همه در دوره های متوالی و متناوب واقعا اثرگذار بودن در خیلی از رشته های هنری. 100% اینطوره، و اینها اساسا به نظر من یه دوران تازه ای رو در شعر ما هم، حالا من این توضیح خواهم داد خدمت شما، که ببینید 1340 آغازگاه دهه 40 از نظر سیاسی هم فصل مهمی بود. درست. بدین لحاظ که خب اون شور و شر 28 مرداد و سختگیری های بعد از اون تموم شده بود. درست. یک نسلی از شاعران ما مثل شاملوی دوره اول هوای تازه و اینها، اخوان سالس، سایه، کسرایی، اینها در واقع، یا همون نصرت رحمانی، اینها در واقع نسل سوخته بودن. اکثرشون معتاد شده بودن، شعرهای بسیار ناامیدانه میگفتن. اون شور و شر قبل از 28 مرداد که شعر سیاسی ایران رو شعله‌ور میکرد دیگه خاموش شده بود، و نمی کشیدن اینا دیگه حضور خاص داشته باشن. اخوان سالس که دیگه شاعر زمستان بود و سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت و اینها. و نسل ما اما نسلی بودش که مثلا من خودم وقتی که 28 مرداد اتفاق افتاد 11 سالم بود. و در نتیجه ما مثل یه آدمای حاشیه‌ای اتفاقات سیاسی کشورمون رو دیده بودیم، و در دوران پس از 28 مرداد تا 40 اون 8 سال رو هم فعالیت سیاسی به اون شکل وجود نداشتش که بتونه نسل ما رو تحت تاثیر قرار بده. درست. در نتیجه ما شروع کرده بودیم به دیگر منابع هنری و ادبی پرداختن. راجب مثلا نقاشی ما خیلی علاقمند بودیم کار بکنیم. من یادمه که 3-4 تا از دوستانم مثل آقای رویین پاکباز، نمیدونم محمد رضا جودت، یا همین آقای
میرحسین موسوی که شد نخست وزیر بعد از انقلاب، ما با هم دیگه یک جایی رو در خیابون قوام السلطنه نزدیک نادری گرفته بودیم و در اونجا ما که کار ادبی میکردیم یه سازمانی درست کرده بودیم به نام سازمان انتشارات طرفه که کارهای نوع ادبی خودمون رو ارائه میدادیم. اونها هم یه چیزی درست کرده بودن به نام تالار ایران. اونها یعنی همین آقای میرحسین موسوی؟ بله؟ میفرمایید اونها منظورتون همون تیم آقای میرحسین موسوی؟ آقای موسوی و آقای پاکباز و آقای جودت و منصور قندریز که در همون سالها تصادف اتومبیل کرد و از بین رفت. گرایش مذهبی هم داشتن اون زمان آقای دکتر نوری پیام جان؟ گرایش مذهبی هم داشتن یا نه آقای؟ نه اون زمان در همین نهادی که اشاره کردید مذهبی که ما هیچ کدوم گرایش مذهبی نه 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 شما نه اونا یعنی میخوام اونا هم نداشتن، فقط آقای موسوی داشتن یعنی شخصا داشتن. بله بله چیزی یه امر شخصی بود. ولی شما الان نقاشی هاشم که نگاه کنید اون موقع اینا جزو آوانگاردترین ابسترکت نقاشان ابسترکت و تجریدی ما بودند. یه کارهای نقاشی مهندس موسوی رو که نگاه کنید اصلا باور نمی کنید که این نخست وزیر خمینیه که این نقاشی ها رو کشیده. شالب بله بفرمایید. بنابراین اون ساختمون توی قوام سلطنه که یه برش تالار ایران بود و یک برش انتشارات قندریز، شبها که میشد اونجا مثلا شاید 20 نفر 30 نفر از این دوستان اونجا جمع میشده و بعد دیگرانی راشون پیداشون میشد در این جمع، مثل مثلا اسفندیار منفردزاده که خب در واقع پدر موسیقی متن و بعدم این موسیقی و بعد یا مسعود کیمیایی. بله. یعنی اون چیزی که به نام موج نو در نیمه اول دهه 40 به وجود آمد و امروزه فکر میکنم که یک مکتب شعری بود، به نظر من یک مکتب بزرگ ادبی هنری بود. یعنی که ما از زوایای مختلفی تصمیم گرفته بودیم که هنر ایران رو نو بکنیم و اون تعادل گمشده بین فرم و محتوا رو هم حفظ بکنیم. من خاطرم هستش که در همون سالها این بحث پیش آمد که ما وقتی که یک اثر هنری رو میخونیم یا گوش میکنیم یا میبینیم و میگوییم که این خوب است یا بد است، خوب و بد اصلا تا تعریف نشن معنا ندارن. برای اینکه برای یک کسی که مثلا به شعر کلاسیک عادت داره، خب یه شعر نیما رو که بخونید منزجر میشه و میگه که این شعر بده، در حالی که برای یه شعر شاعر نیمایی بیایید یک شعر دست دوم مثلا کلاسیک رو بخونید، خب میگه اون شعر بدیه. این قضیه سیاست زدگی ادبیات و شعر موجب شده بود که یک ضابطه پیدا بشه که ضابطه‌ای بود از نظر ما غیر هنری. یعنی که میگفتن که شعر خوب شعری است که حرف سیاسی بزنه. طالبه ما میگفتیم نه اینطور نیست، شعر خوب باید اول شعر خوب باشه، بعد اگه دلش خواست حرف سیاسی بزنه. به همین دلیل من پیشنهاد کردم که بیایم در کنار این خوب و بد بیایم یه ترمینولوژی جدیدی درست بکنیم، مثلا بگیم شعر شریف. یعنی که بگیم آقا شعر مثلا سیاوش کسرایی شعر شریفی است. یعنی تقسیم بندی کنیم. بله، یعنی به خاطر اینکه از انسان سخن میگه، از آزادی سخن میگه، از آرزوهای بشری سخن میگه، اما از لحاظ قالب شعر ضعیفیه. ما نمیتونیم بگیم این شعر خوبیه، اما میتونیم بگیم این شعر شریفیه به لحاظ ارزشهایی که در اون دور نشست. منظور من اینه که ما نسلی بودیم که به لحاظ فضای سیاسی که از یک سو حزب توده تعطیل شده بود، سرکوب شده بود و از سوی دیگه فعالیت سیاسی دیگه ای نبود، این رو حالا شما اضافه بکنید به شرایط بین المللی رو، یعنی در خارج از ایران در امریکا آقای جان اف کندی هم به قدرت رسیده و حکومت ایران رو تحت فشار قرار داده که فضای سیاسی رو باز بکنه. دکتر امینی سر و کلش پیدا شده، ارسنجانی سر و کلش پیدا شده. خب تو همینجا رو داشته باشی با قولاد بحث جالبی است با آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله و تشکر از اینکه ایشون
ما رو با خودشون سوار اتوبوس کردند و به گذشته بردند و ما از کوچه پس کوچه های گذشته عبور میکنیم و منظرهاش رو میبینیم و آدمهاش رو. فهمیدید اثری که دارید بینیمسید اسمش چهره خانه است؟ چهره خانه بره. چهره خانه. خب تا دیدار دیگر و ادامه گفتگو با آقای دکتر نوریالا. تشکر میکنم دکتر نوریالا. خواهش میکنم، خیلی ممنون.